ما باد بر جان کس درود که داد و خرد باشدش تار و پود همسفران نازنین به برنامه بربال سیمرغ خوش آمدید یلدایتان خجسته باد و اما و اگرچه بر سفره خالی بسیارانی نخنده های سرخ انار است نه پسته میخندد نه هندوانه میرقصد در دستهای بستشان اما خورشیدی است چونان هزار هزار انار که از میان این همه تاریکی طلوع خواهد کرد پس یلدا زاد روز خورشید خرم روز ایران باستان بر شما خجسته باد خوشدل و شادکام باشید و اما در این جستار خواهم کشید پس از بیان کوتاهی در ادامه داستان فر پیرامون چندین نماد دیگر و نشانها و رازهای تمدن و فرهنگ ایرانی جستجویی کنیم و آن را بشناسیم همان گونه که پیشتر اشاره کردم فر به خورشید مانند می شود و همان گونه که در نور خورشید زندگی و حیات امکان ادامه دارد مردمان نیز در سایه فر و یا در نور فر می توانند زندگی کامبخش و آرامی داشته باشند. خلاصه کنم، از آنچه که تاکنون گفتیم، فر نیروی زنانه و تابناک است و از خورشید گرفته شده و در نهاد، همه هستی هست نماد آن نخست در میان بالها خورشید و سپس سیمرغ و آنگاه پیرمردی شده است و این نشان هیچ پیوند تاریخی با آین زرتشت ندارد این نماد سپس در آشور و تا مصر نیز راه یافته و بر مومیایی ها و دیوارهای آشوربانیپال یعنی در کتابخانه سنگی باستانی آشوربانیپال به خوبی دیده میشه یعنی این فرق به تمام جهان آن روز گشوده است بر بنیاد آموزه فروهرها همه هستی از دو بخش مینو و گیتی بر هم آمده است این در برگیرنده همه آفریده های اهورا و حتی دوجا آفریده های اهریمن نیز می شود یعنی همه اینها این دوگانگی مینوی و گیتی رو در خودشون دارند حتی خود اهورامزدا نیز دارای فر یا فروهر هست در حقیقت در بینش مزده اسنایی جهان مینوی جایگاه توانش هر آن چیزی است که میتواند شکل یا صورت عینی یا مادی و به تعبیر دقیق تنگیتیگی داشته باشه یعنی همه اونها میتونن به این شکل هم در بیایند این توانش ها همان فروهرهایی است که خواه در جهان گیتی تنانه اند یا هنوز خیر در این آموزه مزدی یسنایی جهان فروهرها یا همان جهان مینو خوب مطلق است و بدی و کجی در آن راه ندارد پس به این جهان اهریمن را راهی نیست اگرچه اهریمن آن نیروی زشت و پلشت هستی خود دو دارد ولی نکته اینجاست که اهریمن نادان است و ناخداگاه یعنی ناخداگاه این آفرینش رو به بار می آورد درست مانند داستان پرومته و اپیمته پیش دانش و پس دانش آن دو اسطوره یونانی به همین خاطر است که همواره این اهریمن آسیب رسان و ویرانگر آفرینش نیک اهورایی است نیکی رو بر نمیتابد جهان مینویی اما آکنده از سامان و سازگاری است هرچه هر سرزمینی هر وطنی به این جهان مینوی نزدیک میشه سامان و سازگاری در این جامعه بیشتر رخ نشون میده و چون بیسامانی و ناسازگاری اوج میگیره نشانه دوری از جهان مینوی و نزدیکی به جهان اهریمنی است این سازگاری این سامان گیتی در صحنه گیتی با واژه‌ی داد بازشناسانده میشه یعنی کلمه داد که در شاهنامه اینقدر بهش تاکید شده ابعادی بسیار گسترده داره و دادگر که همواره یک انسان آگاه است برترین یاریگر و دستیار اهورا در صحنه گیتی است خود مزدا خرد است واژه مزدا به معنای خرد است و اهورا همان کلمه است که هور و خور و فر و خورشید ازش آمده یعنی تابناک خرد و داد این خرد مزدایی و آن دادی که از آن سخن گفتیم که در فر هست این خرد و داد بنیاد فرهنگ ایران شهری است بنیاد و جانمایه و گوهر شاهنامه داد و خرد است این داد و خرد است که جهان رو به سامان و سازگار می کند و جامعه رو جان میبخشد این است که داد و دادگری بنیاد اهورایی شاهی و فرمانروایی در ایران دارد فرمانروایی نیک است که دادگر و خردمند باشد و بیدادگر و خودکامه در فرهنگ ایرانی اهریمنی است آموزه فروهرها نه تنها در کار گیتی سخن بسیار دارد یک فرجام شناسی نیز دارد و ما میدانیم که این فرجام شناسی چه نقشی در فرهنگ همه سرزمین ها دارد چنان که میگوید این فرجام شناسی فروهری ایران شهری میگوید جهان در یک حرکت پیوسته به سوی یگانگی دو جهان مینو و گیتی به سر میبرد که در نتیجه آن همه فروهرها همه فروهرها در نهایت در فرجام کار از توانش بیرون آمده و تنانه و مادی خواهند شد این یک بینش فلسفی از ایران باستان در این زمینه است این رویداد یعنی این که از این توانش به حالت تنانه در میاد این رویداد که تخلیه مینو در گیتی نامیده شده در این باور در دوره واپسین تاریخ و در زمان سوم برادران سوشیانس نجات بخش آین مزدی اصنا اتفاق میافته. در چرخه هستی یگانگی مینو و گیتی یعنی این دوتا جریان رو در رو یگانگی مینو و گیتی نقطه اوج شکوفایی تاریخ است یعنی یک جامعه وقتی به اوج شکوفاییش میرسه که این دو جنبه مینوی و گیتیانه یگانه بشن که از اون پس در گیتی نیز همان سازگاری و هم آهنگی و سامان که به طور کامل در جهان مینوی است از آن پس در گیتی نیز سازگاری و هماهنگی و سامان کامل برقرار خواهد شد انسان میکوشد تا در این گیتی که میزید سازگاری و هماهنگی و آرامش وجود داشته باشد با خرد و داد این جوهره آن سخن است تعبیر اساطیری آگاهی فروهرها از پیروزیشان برابر اهریمن تعبیری نمادین از همین رخداد تاریخی است کدام رخداد رخداد پیروزی آگاهی بر ناآگاهی سامان بر بیسامانی سازگاری بر ناسازگاری اینها نماد سرانجام نیک جهانی است هستیست زندگیست، غرق در داد و خرد این فلسفه ای است که باید به کودکانمان بیاموزیم. در این بینش در این بینش ایران شهری همه هستی به سوی وحدت و یگانگی در عین گوناگونی پیش می‌رود. جهان در این بینش ای از نور و تاریکی است و سرانجامش نیکی، نور و روشنایی است. یعنی انسان میکوشد تا گیتی رو به نیکی و نور و روشنایی برساند تا اینگونه گونه بزید در نیکی در نور در روشنایی این نگاه انسان آن روزی ایرانی به هستی بوده است و فروهر چونان یک نماد ارجمند در تاریخ با ما بوده است. فروهر نماد خرد و داد بوده است. نماد اندیشه ایران شهری بوده است. ما باید بیاموزیم که چه بوده است تا بتوانیم در فردای ایران چه بکنیم. شاید به باور برخی این نگاه به هستی و نمادهاش امروزین نباشد و تر پاره ای از بخش ها کاربرد دانشی و امروزین نداشته باشد و در پاره ای از بخش ها داشته باشد اما اما تاریخ بر ارزش های آن داوری می کند و کار تاریخ بازیابی این ارزش هاست و بس شناساندن و بازیافت شیوه و تاریخ اندیشه در سرزمین ماست تاریخ عشق، تاریخ داد، تاریخ خرد، تاریخ فرمانروایی، تاریخ همزیستی تا بتوانیم کجیهایش را به خاک سپاریم کجیهایش را به موزه سپاریم و راستی ها و درستی ها را بازشناسیم آموزه فروهر با ما بوده است در درازای تاریخ و تأثیرات دیرپایی در تاریخ فلسفه ایران و سرزمین های دیگر داشته است پس نمی شود آن را فراموش کرد نمونه برجسته این تأثیر فروهرها در فلسفه نظریه مسل افلاتون است و یا در جای دیگر در واقع آنچه حکمای ظاهرا اسلامی با نام عالم معقولات از آن سخن به میان آوردند این عالم معقولات کجاست از کجا آمده است این در حقیقت ادامه دیدگاه جهان فروهر که البته نه به طور مستقیم با واسطه از نظریه مسل افلاتون برگرفته شده است و او نظریش رو از نظریه جهان فروهرها گرفته است ما میدونیم که این ارتباط و این تأثیر به طور آشکار وجود داشته است ایران ما چنین است که فرهنگش و تمدنش ده هزار سال است بر جهان میتابد و این ققنوس بار دیگر از خاکستر و آتش دل عاشقان برخواهد خواست گریزی و گزیری نیست این نمادها و اندیشه ها هیزم و سوختبار این جاودانگی هستند راز جاودانگی تاریخ این مردم هستند. این اندیشه های زیبا و انسانی را به کودکانمان بیاموزیم و جانمان را از این همه زیبایی و دانایی سرشار کنیم. امروزه بسیاری از آن کتابها که چندین هزار سال است نوشته شده در دسترس ماست این متنهای دلکش باستانی ایرانی را بخوانیم و پاس داریم که روان و جان این ملت هستند هر خط این یشتها و اوستا و گاتاها سرود انسانیت و دانایی است نیایش انسان خرد و داد است نیایش و ستایش زن است زندگی است در گوش جان فرزندانمان بخوانیم داستان رستم را داستان کیخسرو را داستان بهرام گور را بزرگ مهر را تا بدانند راز رهبری را بخوانیم داستان پانتعا و کوروش را برای فرزندانمان زال و رودابه را تهمینه را تا شکوه عشق را بشناسند بیژن و منیژه را و ما پرنده شگفت دیگر و نماد دیگر ایرانی که با فر نیز بسیار نزدیکی دارد پرنده زیبای استوره ایران همای پرنده همای یا همای در اساطیر ایرانی جایگاه بسیار مهمی دارد هنوز بر ستونهای تخت جمشید نشسته است و معروف است که سایه همای بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و کامرانی خواهد رسید افسانه ها و داستان ها راجبان ایم و به همین دلیل به مرغ سعادت مرغ شانس مرغ خوشبختی نیز معروف شده است همای همچنین به غیر از اساطیر جایگاه برجسته‌ای در ادبیات ایران زمین نیز داشته است در سروده های بسیاری از شاعران ما در درازای تاریخ از هما چونان پرنده خوشبختی و پرنده سعادت بارها و بارها یاد شده است به قدر این داستان ها زیباست برای پردازش تخیل تصور فکر کودکان در ادبیات پارسی او را نماد فر و شکوه میدانند و به شگون نیک میگیرند همچنین چون از فر سخن گفتیم باید بدانیم که از فر همای نیز در ادبیات ما سخنهای بسیار رفته است بگذاریم نمونه بار نگاهی بیاندازیم فردوسی سروده است تو فر همای و زیبای گاه ببینیم فر و همای با هم میاد تو فر همای و زیبای گاه تو تاج کیانی و پشت سپاه و بارها از این فر و همای یاد میکنه در جای دیگر میگوید درفشی ز پیل سیه پیکرش همای ز یاقوت سرخ از برش به این فقط به همین بیت نگاه کنید گوش بدیم به موسیقی های کلمات کلماتی همه نماد شکوه و سرفرازی گویشورانش کلمات همه چون کوه استوار و چون دریا در خروش و موجیدن این واژه ها این واژه ها شناسنامه دارند سخن میگویند سخن میگویند از تاریخ ما آینند این واژگان بازار آینه است ادبیات ما فرخی سروده است نیکوتر از بهاری نیکوتر از بهاری زیباتر از نگاری چابکتر از تزروی فرختر از هماوی پرواز هماوی رو در واژه ها میبینید نقش این پرنده در سنگ نگاره ها در کندکاری ها و برخی از سرستونهای پارسه و تخت جمشید در پارسه پیداست. و چقدر از این سرستون ها رو ویران کردند و بردند. در خرابه های تخت جمشید که باغ بهشت هخامنشیان با درخت های سنگی بوده است دو مجسمه سنگی از هما پیدا شده است حالا چقدر شکسته رو بردن بماند و این نشان می که هما در زمان ایران باستان نیز پرنده سعادت بوده است و مردم به آن احترام میگذاشتند و اسطوره ها و افسانه های بسیاری پیرامون این مرغ یا این پرنده که در عالم واقع هم پرنده به نام همای بوده است و هنوز میگویند در سیبری نمونه های اون یافت میشه برویم موسیقی ببینیم بشنویم و باز کردیم بله از همای سعادت می گفتیم و زیست این استوره ها در ناخودآگاه و در تاریخ ایران زمین در همین نزدیکی های تاریخی بود که هواپیمایی ملی ایران که اگر حروف اول این واژه ها رو روی هم بگذاریم میشه هما هواپیمایی ملی ایران با بکارگیری ایهام نام هما و نیز نماد هما به بهترین شکل ازش استفاده کرد چون در تعبیر پرنده سعادت هم هست و چه در استفاده از حروف کوتاه شده برای نامش در حقیقت آن کسی که این فکر رو کرد این باور فرهنگ عامه رو با فعالیت و کارهای تجارتی پیوند زد و بارها این اتفاق افتاده و چه بسیار زیباست شما میدونید حتی مارک نایک مارک معروف اون از یک پرنده باستانی گرفته شده در نشان کنونی باشگاه فوتبال پرسپولیس هم نمادی از سر این پرنده به کار گرفته شده بود پس میبینیم که اسطوره ها با ما میزیند و به پایان برم این بخش رو آنچه رو که در مورد فر و همای میگفتیم رو با واژگانی از بخشی از اوستا از بخشی از یشت ها به نام زامیاد یشت زامیاد یشت یکی از یشت های کوهن است از فرهنگ ایران باستان و همه این یشت در ستایش فر آمده است خانده اید این یشت را واژگانی همه از جنس بلور و مروارید کلماتی از جنس عشق و مهربانی در بیش از دو هزار سال پیش ابریشم نرم سخن است و گلابتون زرین و سیمین است کلمات به دنیای واژگانش گوش به سپاریم گوید می ستاییم فر کیانی نیرومند مزدا آفریده بسیار درخشنده زبرده است پرهیزگار چابک و کارآمد را صفتهاش رو بنگرید که سرآمد همه آفریدگان است فردی که از آن اهورامزداست اهورامزدا با آن آفریدگان بسیار خوب آفریدگان بسیار خوب بسیار زیبا بسیار دلکش بسیار کارآمد و بسیار درخشنده را آفرید برای چه نک همدیگر هم دیگر رو بکشند یا بجنگند با هم دیگر تا که آنان جهانی تازه بنیاد کنند چگونه جهانی بنیاد کند انسان جهانی پیر نشونده نمردنی تباهی ناپذیر ناپژمردنی جهانی همیشه زنده همیشه بالنده و کام روا ببینید چه جهانی را آرزو می کند همه صلح هست و دوستی هست و مهر هست و مدارا هست و داد هست و خرد آن هنگام که در گذشتگان دگر باره برخیزند ما در آینمون وقتی برمیخیزندم هم برمیخیزند که عذاب بشند میگوید زندگان در آن هنگام نامیرا شوند پس او پدیدار شود ببینید حتی آن جهان را چگونه میبیند و گیتی را به آرمان خود تازه کند گیتی را به آرمان خود که داد و خرده است تازه کند ما نیز فر را به همای را دوست بداریم و بشناسیم بشناسیم آن نیمه تابناک و روشن خیش را آن نیمه تابناک و روشن خیش را پاس داریم و ارج بنهیم به راستی فر من کجاست آن نیمه روشن من چگونه بال خواهد گشود فر من چگونه پرواز خواهد کرد چگونه جان خواهد گرفت چگونه جان خواهد گرفت نیمه انسانی و ایرانی من نیمه انسانی و ایرانی من توش و توانش از این خاک و از این مردم و از این زبان و این فرهنگ می نوشد و می بالد. این فرهنگی که داریم ازش سخن می گیم. شوربختانه نیمه تابناک درون مرا این فرهنگ زیبا و انسانی را اسیر کردن به بند کشیدند اسیر و گرفتار فرهنگ و آینی سخت با من و با خرد امروزین ناآشنا و بیگانه مرا با آن نیمه هم شرح شرحه کردند نیمه و فر همای من که پاسدار خرد و داد و دانایی باید می بود در قفس دشمنی و دشنام و نفرین و نفرت افتاده است بالش کو بال بال فر همای بر آسمان ایران کو بالبالش کو و اما چندین نماد دیگر نمادهایی که با فر نیز پیوند دارد این نمادها رو که کنار هم میچینیم اون موزاییک اون ترمه اون زربافت فرهنگ ایران رو میبینیم نمادهایی که از طریق ناهید یا آنایتا و آین مهر یا میترا پیدا شده و جهان رو در نوردیده است بریم این پاره های خلعت زیبای فرهنگ ایران رو تماشا کنیم آنایتا ایزدبانوی بانوی آبها و الهه باروری و عشق بوده است شمایل سفالی بسیار زیبایی از ناهید که از پستانش شیر می دوشد از صده سوم پیش از میلاد در شوش یافت شده است تأکید بر سینه و شکم ایزدبانوان باروری در جهان آن روز بسیار رایج بوده است و از این گونه ایزدبانوان یا الهه های باروری در گوشه و کنار ایران به تعداد بسیار زیاد پیکرک ها و تندیس ها یافت شده است از حدود هفت هزار سال پیش تا امروز در دوران بعد از اسلام ایران با این که تصویر انسان به ویژه تصویر زن مطلوب نبوده اما باز با نمونه هایی روبرو میشیم که نشانی از آن دوران کهن و از آن فرهنگ با خود دارند اگر بیاییم اندکی این سویتر در کاسه های سفالی متعلق حتی به قرن چهارم هجری نقش زنهایی دیده میشه با موهای بسیار بلند که بزرگ نمایی شده و این نقش ها سینه های برجسته دارند و یکی از اونها بسیار بسیار این تصویر رو زنده روی خودش نگه داشته دو مرد در طرفین او در طرفین این, این بانویی که در آن میانه است با اندازه های کوچکتر و حالت احترام و نیایش خم شده و هر کدوم یک گیاه و یک ظرفی رو در دست دارد نمونه های این در موزه های مختلف جهان فراوان است میخوام بگویم که این آنایتا در درازای تاریخ با ما زیسته است پیکرک ها یا تندیسک های از ناهید یافت شده که فرزندش مهر رو روی زانو نگاه داشته و به او شیر میدهد و این ما رو به یاد چه تصویری می اندازد این بازنمایی مادر و فرزند این شیر دادن مادر به فرزندی که روی زانو نگه داشته نمونه های برای نمایاندن مریم و عیسی در هنرهای دینی مسیحی شد به قدری شباهت بین اینها زیاد هست البته که نمونه های دیگری در هند مثل کریشنا و در مصر مانند هراس عینا همین داستان روایت شده نظیر این پیکره مادر خداوند در حقیقت در استانبول هنوز آن صدف ناهید رو بالای سرش داره و دو نماد ماه و خورشید رو در دو گوشه بالای صحنه نگاه داشته اینا همه نمادهای ناهید و میتراس که بعد میبینیم چگونه با آین مسیحیت و جاهای دیگه راه پیدا کرده یکی از نقاشی های دیواری سومه سنجرمی مربوط به سده هفت میلادی در یک تاق نما تصویر مریم مقدس در حال شیر دادن به مسیح کودک نقش شده که میدونیم از این گونه تصویر در یک دوره 600-700 ساله نقاشی در اروپا چقدر رایش شده بود ولی این تصاویر ویژه‌ای که ازش نام میبرم به دلیل شباهت و ارتباط و پیوند بسیار نزدیکش به آنایتا و میتراس همین تصویری که گفتم در کنار اون یک ردیف چهره های بیگردن انسانی به سبک چهره منتهی به چانه بقا و پایداری هزار ساله ماسک های سیل کاشان رو نشان میده یعنی از اون کاملا اثر گرفته است همین تصویر همراه با یک ردیف زینت نیم برگ خورما به سبک ساسانی در کنار خودش داره که باز از آنایتا و میترا گرفته شده از اونجا که چهره هایی که خاتمه پیدا میکنن به چانه و گردن ندارن تقلید شده و اون برگ هم آن نیم برگ خرما هم تقلید شده و آن صدف هم تقلید شده به احتمال زیاد می تواند تصویر شیر دادن به کودک نیز تقلیدی از آناهیتا و مهر باشد میدانیم که در زمان کنستانتین در صده سوم میلادی چقدر از اندیشه های که به وسیله رومن ها به اروپا آمده بود جایگزین شد با آین مسیحیت از درخت کاج گرفته تا ستاره گرفته تا مادر باکره گرفته تا ناقوس گرفته و بسیاری نمادهای دیگر آین آناهیتا و مه. همین تصویری که دیدیم مردها به اندازه کوچکتر در دو طرف اون نقاشی خیلی جالبه در این تصویر در پایین تصویر مرد به اندازه کوچکتر در دو طرف نقاشی یکی با تیر و کمان و دیگری با تبر دیده میشه هم تیر و کمان هم تبر که در بسیاری از نقاشی های مربوط به آنایتا روی ظرف های مختلف از جمله در موزه ارمیتاژ داریم اینها نمادهای آیین مهری هستند هم تیر و کمان هم تبر و این بشقاب موزه ارمیتاژ یکی از یادگارهای بسیار ارجمند است روی یک کتیبه چوبی مربوط به بخشی از یک در حکاکی شده در لوگیاس واتیکان روم نقش درخت زندگی همون درخت زندگی که ما میدونیم از کجا ریشه گرفته است و دو حیوان ترکیبی بالدار که سری شبیه عقاب دارند و اینها ماری رو به دندان گرفتند و بالای درخت هم یک پرنده که به احتمال زیاد قو باید باشه با بالهای گشوده به جوجه هاش غذا میده اون عقاب اون مار اون درخت زندگی اون قو همه اینها نماد آنایتا و مهر هستند که چند هزار سال پیش از اینکه این, این کندکاری به وجود بیاد در ایران وجود داشتند در بین تمام فرهنگ ها البته بگویم که این بدبستان و این کوچ فرهنگی وجود داشته است داد و ستد فرهنگی وجود داشته است همانندی بارور شدن دوشیزه ای در آب میدانیم که آنایتا گیسوانش رو در دریاچه ای شست و باردار شد یعنی باکره باردار شد و بارور شدن صدف در دریا بارور شدن آن دوشیزه در آب و صدف در دریا با مروارید برای پیروان آین مهر ایرانی معنادار بوده برای همین زایش مهر از میان صدف صورت می گرفته. بریم سردار تمام کلیساها رو نگاه کنیم و این زایش رو از داخل صدف ببینیم در یک نقشی از یک نیایشگاه آین مهر یا میترا در چپل هیل انگلستان عین این, این تصویر دیده میشه و زیر صدف آب دریا نیز واقع شده و باز نمونه اون در کلیساهای دنیا به ویژه در روم در آلمان فراوان دیده میشه به یک گوشه دیگرش اشاره کنم و دوباره برمیگردم به آنایتا در پرستشگاه های میترایی یک سنگابی برای شستشو در جای ورودی نیایشگاه قرار میدادند که کسانی که میآمدند آنجا دستشون رو میشستند و این سنگاب به شکل صدف تراشیده میشد و در تمام معابد میترایی ایران هم این وجود داشته و بعد سنگاب پرستشگاه مهری در پانونیه مجارستان و این رس این آین استفاده از این سنگاب بعدها در شکل سنگاب های ورودی کلیساها و مسجد نیز پیروی شد با همون شکل صدف مانند خودش بالای تاغنماهای مهری آنجایی که تندیس رو میگذاشتند به گونه صدف ساخته میشد همونطور که در پرستشگاه های مهری اونچه که باقی مانده در مراغه یا در بعلبک کاملا این دیده میشه یا در پالمیرا خب همین صدف و همین شکلی که تندیس رو در داخل صدف بگذارن مسیحیان نماد دلفین و صدف رو که هر دو دو نماد برجسته آین میترا هستند رو و هیچ گونه ارتباط و پیوندی حتی با دین مسیحی بعد از قرن سوم نداشت در نقش های مذهبی و آینی به کار می بردند اینها رو باید شناخت امروزه این نقش آنایتا و این نقش آین مر بر بالای سردر بسیاری از کلیساهای جهان دیده میشه در همین لندن به موزه ویکتوریا و آلبرت برید و هاش رو در قسمت هنر رنسانس ببینیم در ایران کجا ببینیم؟ بالای تاق بزرگ تاق بستان و البته بسیاری از های دیگر ایران بر بالای تاق بزرگ تاق بستان دو فرشته بالدار دیده میشن که یکی از اونها با دیهیم مرواریده و یکی دیگرشون پیاله ای از مروارید در دست دارد. عین این تصویر رو برویم در ماربل آرچ بر بالای ستون آزادی ببینیم این همان است که جای خودش رو دقیقا به همون شکل با همون پیراهن با همون بال با همون پیاله مروارید بر بالای در ورودی تمام کلیساها بازیافته است ما میدانیم که اینها بسیار کوانتر از زمانی بوده که آین مسیحیت پیدا بشه در یادمانهای آین مهری دانه ها یا رشته های مروارید در نوک یک یا دو مرغ آویزان شده و به این شکل دیده میشه نمونهش رو بگویم نقش دیوار بامیان افغانستان خب حالا ببینیم از اونجا چگونه سفر کرده است نقشی در آرامگاهی در ایتالیا همراه با دلفین و در بسیاری از کلیساهای دیگر تزین مروارید در زمان ساسانی به سبب گسترش آین مهر و میترا و ناهید بسیار رایج بود به ویژه در گچبوری های تزینی یک قطعات مربع شکلی رو در می آوردن که در درون آنها دایره هایی به شکل رشته مروارید نقش شده بود و این آمد به ساختمان های اروپا ما از اون در تزئینات دوره ساسانی بسیار زیاد میبینیم و نه تنها روی اون گچبری ها روی سکه ها روی سنگ نگاره ها در قاب سکه های ساسانی ما این رشته مروارید رو میبینیم حتی جالب است بعد از اینکه که آین زرتشت قدرت میگیره برگردن اهورامزدانیز این رشته مروارید دیده میشه چون میدونیم که آین مزدی اصنا آنایتا مر اینها رو دور نریخت و سرکوب نکرد اینها نمادهای رایج آینه مهر یا میترا بودند و پس از مروارید و صدف رایشترین نمادهای مهری و آنایتا دلفین بوده که در آب زندگی میکنه و بچه خودش رو شیر میده و به ویژه اگر به شرق ایران برویم و در جنوب شرقی ایران که دل سرزمین های مهری هنوز میتوان نقش های دلفین ها رو در بسیاری از معابد حتی آنهایی که ویران شدن و جاش مسجد ساخته شده دید و همان گونه که اشاره کردم دلفین و صدف در بسیاری از کلیساهای کهن به کار رفته زمان ما به پایان رسید دنباله داستان نمادهای فرهنگ ایران شهری رو در نشستهای بعدی با هم پی خواهیم گرفت سبز باشید